بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. یک منبع در گذرگاه مرزی القائم در استان الانبار اعلام کرد که بیش از 4000 زائر سوری برای شرکت در مراسم اربعین زیارت امام حسین علیه السلام از این گذرگاه مرزی وارد عراق شدند. این گذرگاه همچنین شاهد ورود سایر ملیت‌ها برای شرکت در مراسم اربعین بوده است. علاوه بر آن، گذرگاه یاد شده شاهد ورود بیش از 600 کامیون نیز بوده است. گفتنی است که حضور سیلاس‌های زائران اربعین حسینی از ملیت‌های مختلف، علاوه بر آنکه نشان دهنده عظمت این اجتماع بزرگ در سطح جهان است، باعث احیای گردشگری مذهبی در عراق بوده و بر حمل و نقل و تجارت در منطقه هم تأثیر مثبتی خواهد داشت. اداره بهداشت استان کربلا از بکارگیری 280 تیم پزشکی ثابت و سیار برای ارائه خدمات درمانی به زائران اربعین حسینی خبر داد. علاوه بر آن، 5 مؤسسه بهداشتی خصوصی برای خدمت رسانی به زائران، 150 مرکز بهداشتی و درمانی در ورودی ها و مرکز استان کربلا معلا در حالت آماده باش قرار دارند. همچنین 143 تیم سیار برای واکنش سریع در مواقع اضطراری و همچنین تیم‌های آگاهی بخش و کنترل بهداشت بر نحوه نگهداری مواد غذایی و کیفیت آن نظارت دارند. گفتنی است که 20000 نفر از اعضای اداره بهداشت کربلا در آماده باش هستند و اکنون به صورت 24 ساعته برای ارائه خدمات یک پارچه مشغول به کار هستند و تا این لحظه به 1,552,890 نفر از زائران خدمات ارائه کردند. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که پرندگان نیز مانند انسان‌ها لهجه‌های منحصر به فرد خود را دارند. این واقعیت شگفت‌انگیز توسط محققانی که لهجه‌های توتی آمازون نافته زرد در کاستاریکا را به مدت 22 سال زیر نظر داشتند کشف شد. این نمونه شگفت‌انگیز از این واقعیت است که زبان طبیعت واقعاً چقدر می‌تواند غنی و متنوع باشد. انسان‌ها تا سال 2070 بیشتر به سوی زیستگاه‌های حیات وحش نفوذ کرده و در بیش از 50% از این مکان‌ها پیش می‌روند. به گفته محققان، این رخداد می‌تواند منجر به خطر بیشتر بیماری‌های همه‌گیر و درگیری انسان و حیوان با آنها و از دست دادن طبیعت شود. این رویکرد همچنین فشارها و تأثیرات منفی خود را بر روی گونه‌های مختلف حیات وحش افزایش می‌دهد.